چند لحظه دیگر با آقای مهندس بهرام مشیری گفتگو خواهیم کرد. آقای مهندس بهرام مشیری از فکر میکنم 15 سال پیش در این برنامه هر هفته یک بار حضور یافتند و همواره نشان دادند که عشقشون شاهنامه است و معشوقشون تاریخ و ایدئالشون کشف رازهای تاریخ. آنچنان علاقه به تاریخ دارن آقای مشیری که گاهی که یک کتاب تاریخی به دستشون میفته اصلا برایشون مهم نیست که شب است، روز است، صبح است، از سر شب میخوانه تا فردا ظهر، به زحمت وقت 1-2 ساعت میخوانه. البته اینه که من میگم جهت تعریف از ایشون نیست، چون این برنامه زندگی برای هر کسی تحمل پذیر نیست. مروی چند لحظه دیگر با ایشون گفتگو میکنیم. جناب مشیری درود بر شما، شبتون خوش. درود بر شما آقای موری، قربان شما، حالتون چطوره؟ خیلی ممنونم، شما چطورین؟ من بد نیستم قربان. متشکرم. آقای مشیری، این پزشک شما هم انسان بسیار شریفیه و آقای موسی فامینی. شما یعنی شما رو همواره سالم و سرحال برپای میدارد. کنم خدمتون که بله، هر شبت که پرسیدین که حال و حالتون چطور هست اینا، ذکری از دکتر فامینی به میان آمد و عرض میکنم که این دانش پزشکی این روزها مثل مکانیک اتومبیل شده. در واقع اون حکمت پزشکی خیلی کم دیده میشه. این است که عرض شبت که جناب دکتر فامینی که به بنده بسیار محبت دارن، عرض کنم که گذشت از حذاقت در امر پزشکی و اینکه هر کس ما دیدیم بسیار بسیار راضی بودن و بسیار انسان شرفی هستن، مرد حکیمی هستن. در واقع یعنی تا اونجایی که ما صحبت کردیم و گاهی گپ میزنیم، در همون فرصت‌های کوتاه این حکمت رو که در واقع انسان رو در یک زمینه فلسفی دیدن رو من از زبان ایشان میشنم و بسیار لذت ببرم، خدمتشون میرسم. بعدشان بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم که اشاره فرمودید. ایشون اهل کجا هستن؟ آقای دکتر فامینی اهل فامینین همدان هستن. در واقع اونجا محلی است به نام فامینی. این کلمه شبیه کلمات ایتالیاییه. بله خیلی شیکه. بله 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 فامینین در اونجاست و منم از طریق ایشون در واقع کشف کردم که هر شبت که همچین جایی در اونجا هست و ایشان اهل فامینین همدان باسته باشم. بله آقای مشیری، هفته پیش بعد از اتمام برنامه 3 شنونده داشتیم که پشت خط با من صحبت کردن، پرسش هایی داشتند و اعتراض هایی. یکی از اونها بانویی بود که میخواست بداند دیدگاه شما نسبت به هممیهنان یهودی چیست. من گفتم تا اونجا که من اطلاع دارم، آقای مشیری در مورد اسرائیل میگویند که حضور این دولت در خاورمیانه یک به حال حضور یک دوست تاریخی ایرانه و بعدم نسبت به هممیهنان یهودی حسن نظر دارن، اونها رو فرهنگ دوستان قدیمی میدونن. البته نمیدونم حالا من درست گفتم یا نه، خودتون میگن که آقای مهری عرض شد که حالا میگوین که قبل از اینکه بنزین به نصر میگوین یکی سر میخواین که بعد نامش کنید بعد ازش تعریف کنید. این تعریفی که شما در مقدمه از بنده فرمودین خیلی تعریفی نبود. این یک مطلب جدی میگین جان؟ تعریفی نبود؟ تعریفی نبود آقای مهری، من خیلی راضی نبودم از این تعریف شما. خواهش میکنم، بنده رو خواهش میکنم تعریف نکنید، چون اگه برای از اینکه تعریف بکنم ناراحت میشین آقای مشیری. نه من واقعیت رو گفتم چون میدونم. ممنونم از شما آقای مهری. ما به هر صورت 15-16 سالی است که هر شبت که در خدمت شما هستیم.
و بعد مطلب بعد این که هر شبت که بنده تا اونجایی که به یاد دارم و در خانوادهی که منده بزرگ شدم ما آدمها رو یهودی و مسلمان و سنی و اینها نگاه نکردیم هرگز، حداقل بنده اینجور بودم. یعنی میخوام خدمتتون بگم که این در محیطهای شهریست معمولا که تعصبات هست، در محیطهای بازتر اینها هر شبت که این مطالب نیست. و من به یاد دارم که ما بچه بودیم هرگز به ما سخنی گفته نشد که چون رایج بود متاسفانه در خانواده های متاسف عرض کنم امر بود که بعد چیزهای وحشتناک بچه ها می گفتن که حالا من از تکرارش هم واقعا اکراه دارم که چه می گفتن در باب ادیان دیگر، اما خوشبختانه در خانه ما چنین نبود در واقع. و یاد دارم بچه بودم پدرم دوستان بازرگان یهودی داشت که می آمدند و می رفتن با احترام و این کارهای شگفتانگیزی که در خانه های دیگری می شد از قبیل شستن نمی دانم استکانها بعد از رفتن یک شخص بهایی یا نمی دانم اینها، هرگز ما این تعلیمات نبود و در اونجا نبود. و اساسا این عمری که بنده گذاشتم در این راستا و فکر می کنم 15-16-20 سالی است که در موقع آزادی و حقوق انسان صحبت می کنیم، فکر می کنم کسانی که با بنده آشنا هستن می دانن که بنده چه ذهنیتی دارم و این واقعا توضیحش فکر می کنم شأن قضیه رو کم کردن است. اما در باب اسرائیل فرمودید، بنده قبلا بر این هستم که اسرائیل دوست طبیعی ایران هست، همچنان که دولت صفوی دوست طبیعی اسپانیا بود به لحاظ این که دشمنی مشترک بود به عنوان امپراتور عثمانی. و بارها در تاریخ آمده است از نوشته های مستشرقین که دولت اسپانیا سفیر میفرستاد با شاه عباس کبیر صحبت میکردن در باب محدود کردن قدرت عثمانیان که بسیار بسیار دولت خشنی بودند. اینها با هم مراوده میکردن، پیام های دوستانه میفرستادن، ارتش ایران رو همون برادران شرلی مدرن کردن و این وضعیتی بود بین ایران، در حالی که ایرانیان خب شرقی بودن، شیعه بودن، اونها مسیحی بودن، روزگار تعصب بود، اما دوست طبیعی بودن به لحاظ دشمنی قوی پنجه که به نام عثمانی بود. امروز هم بعد از گذشت 1400-1500 سال که عرض کنم که از حمله عرب گذشته، این اعراب به هیچ وجه من الوجود همسایگان خوبی برای ما نبودن آقای مهدی. یعنی هرگاه قدرتی به دست آوردن حمله کردن، کشتار کردند. به محض که یک رهبر نیرومندی در عرب ظهور کرد، داستان خلیج عربی به میان انداخت و داستان خوزستان رو به میان انداخت و اینها. بنابراین به طور طبیعی اسرائیل که در یک وضعیت بسیار خطرناکی است به لحاظ موقعیتش در میان عرب، دوست ایران هست. خاطر همین وضعیت خدمتتون عرض کردم، به خاطر به قول امروزی ها جیوپولیتیک منطقه. موضوع دیگر این که اساسا یهودی های ایران، یعنی تاریخ یهود و تاریخ ایران در آمیخته و تا اونجایی که حتی هیتلر پذیرفته بود که عرض کنم که یهودی های ایران رو نیازارند تا این حد، یعنی به این مرد متعصب گفته بودند که یهودیان ایران به واسطه زندگی در این منطقه آریایی به حساب میان، که البته این استدلالی بود که برای هیتلر کرده بودن. و هر شبت که من میخوام خدمتتون عرض کنم که تا اونجا که بنده در تاریخ دیدم، ورود یهودیان به ایران احتمالا پیش از آمدن آریایی ها به ایران هست در منطقه غربی ایران. اینم به لحاظ تاریخی است که عرض میکنم. موضوع مناهم بگن هر شبت، خب این در تاریخ ثبت است که در روزگاری که بحث ما بر این بود که اساسا تعریف ترور چیست و تروریست کیست، این هست که عرض کردم که یک تعریف ندارد. تروریست یک گروه میتواند قهرمان دیگری باشد، کما که همین آقای مناهم بگن که میگوید بسیار بسیار مرد متقی هم بود به لحاظ سیاسی و یک آپارتمان خیلی معمولی در اسرائیل داشت. این یک روزگاری در موضوع انگلیس ها کارهای تروریستی میکرد، یک بمبی گذاشتیشون در یک هتلی و تا چندی پیش که من دیدم، لااقل تا آخرین باری که من در این باب صحبت کردم فکر کنم یک سال نیم پیش بود، رکورد در دست آقای مناهم بگن هست. خب این عملی است که ایشان کرده و در تاریخ ترور هست. یک خانم هموطنی زنگ زده بودن که خب حالا از این به بعد دیگه به ما اونطوری نگاه میکنن. من تعجب کردم که اصلا خاستگاه این سوال عجیب هست. چه واقعی اتفاق افتاده؟ تاریخ ثبت شده، همه میدانن.
موضوع تشکیل اسرائیل رو عرض کنم که بعد به مخالفت انگلیس ها و جنگ هایی که شده است و اینها. این است، امیدوارم برای هموطن روشن شده باشد که موضوع چیست. آقای مهدی ببخشید. خیلی سپاسگزاری میکنم. آقای مشیری عزیز، یه شنونده دیگری که میگفتند در کار ادب دست دارند، میگفتند آقای مشیری فرمودند به 4 شاعر بزرگ ایرانی اعتقاد دارند، ولی در این حال گفتند 70-80% اشعار اونها دور ریختنی است. بنده عرض کردم خدمت چون، البته من روایت خودم رو از مطالب شما عرض میکنم، گفتم ایشون راجع به اون 4 شاعر بزرگ انتقادی نکردن. گفتن اصولا در میان این گنجینه یا این توده بزرگ اشعار گذشتگان دور ریختنی بسیار است. درست فرمودید. حالا من البته شماره شمارم دادم که باهاتون تماس بگیرن، از چون باور نمیکردن هرچی من میگفتم. گفتم لااقل از زبان خودشون بشنوین. نمیدونم حالا زنگ زدن یا نه. بله ببینید قربان، این مردم ما ایرانیان شاعریم. عرض کنم که شاعرترین مردم جهان ایرانیان هستن. فکر نمی کنم ملتی شاعرتر از ایرانی باشد. این که عرض کنم شاعر، چون یک حس شاعرانی در همه هست. مردم ایران مردم ظریفی هستن، از هنرهاشون پیداست، از کارهایی که روی کتاب شده است و روی فرش شده است و روی سایر قضایا، مردم بسیار لطیف دقیق، عرض کنم بسیار شاعر، شاعر پیشه و شاعر مسلک و ذهن شاعرانه دارن. بنابراین بعد از عرب هم ما تعداد شعرا بسیار داریم، فزون بر 12,000 شاعر ما در روزگار گذشته داریم، بعد در روزگار جدید هم که بسیار زیاد شده است. و اینها خب اینها بعض اینها شغلشون شاعری بوده، یعنی در واقع برای نان خوردن شعر میگفتند و اینها، که حالا اون هم ارزش خودش رو داره. اما اگر نگاه کنیم در حافظه ملی چه میماند از کار یک شاعر، این مساوی است با بزرگی اون شاعر. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم با مثلا به کارهای عنصری که اینقدر هم عرض کنم که مقام داشته است و نمیدونم و پیشگاه سلطان محمود ملک و شعرها بوده است و اینها، دو سه بیتی از عنصری بیشتر ما نداریم. چنین نماید شمشیر خسروان آثار، چنین کنند بزرگان چه کرد باید کار. این مشهورترین چیزی است که ما از عنصری به دست داریم. و اینها این است که حالا این عنصری که بسیار شاعر بزرگی است، اون دورای نخستین شعر خراسانی ایران بسیار متین و بلند و اینهاست، و بعد صفحه دگرگون شده در از روزگار قرن پنجم تا روزگار قرن نهم. عرض کنم که اگر ما این دیوانهایی که در واقع سکه رایج هست بین مردم و اشعاری که هست، ببینیم خیلی زیاد نیست، تا میرسیم به روزگار صفویان تا این سبک هندی و اینها که مرحوم ملک الشعرا بهار میگوید از 1,000,000 بیت فزون هست این سبک، اما 10,000 بیت فصیح خوب کمتر هست اینها، تا میرسیم عصر جدید. این است که وقتی نگاه کنیم به گذشته و بررسی بکنیم، ببینیم که بله، عرض شود که بسیاری از اشعاری که گفته شده به لحاظ هنری داره مراتب بالایی نیست. و این درصدی هم که گفتیم کاملا این نظری است آقای مهری، کاملا نظری است که عرض کردم 70-80% دقیقا، یعنی نظر این آمد. و این که در عصر جدید بعد از مرحوم نیما، عرض کنم که قید و بندهایی که لازمه شاعری بود یا این که نبود نمیدانم، چه عرض کنم خدمتتون، برداشته شد، تعداد شاعر زیاد شد، به وجهی که فکر میکنم در یک مقاله شفیه کتکنی بنده در یک جای نشسته بودم خوندم، فزون بر 22,000 شاعر اینها در ایران بودن در 18 سال پیش که مطلب رو خوندم، که شعر چاپ کردن. و اینها دیوانهایی که چاپ میکنن اینا 500 تا یا 2600 تا جلد و اینهاست، یعنی خودشان شعر خودشان رو نمیخوانن. این از که عرض کردم شاید تا 98% این شعر جدید هم عرض کنم در حافظه ملی نباند و عرض کنم که از لحاظ هنری چیزی نداشته باشد. این یک بحث گذرا بود خدمتتون کردیم آقای مهری. آقای مشیری، اختصاصا به یک شاعر به خصوص نظر دارید، بنده میتونم نظرم رو خدمتتون اعلام کنم. اتفاقا من به ایشون گفتم، گفتم که آقای مشیری وقتی یک سروده ای رو در برابرشون قرار بدهید، چه کهنه چه نو، پس از اینکه خواندن میتوانند مورد به مورد اظهار نظر بکنند.
بله. این که کلن شعر نو باطل است یا کلن قربان ابدا چنین نیست. بله آقای مشیری جانم عزیزم سلام، من میخواد خدمتتون. بله بله عرض کردم که قربان در عصر جدید ما شعرهای خیلی خوب داشتیم. بله. آقای پوری، فریدون مشیری، عرض کنم اخوان سالس، فریدون توللی، و به نظر من یک ذوق بسیار حیرت انگیز شاعرانه داشتیم که شکوفا نشد و همین مقدار هم که از اون مانده بر توان او در شاعری گواست اون فروغ فرخزاد هست. و عرض شود خدمتتون که و بسیار هم اینهایی که بودن و اشعار خوب داشتن، اما نسبت اینها در برابر اونهایی که مدعی شاعری شدن و سرودن و چاپ کردند و اینها زیاد نیست، متاسفانه زیاد نیست. آقای موری، مطلب دیگری هم که حائز اهمیت هست که توجه داشته باشیم، بعض اوقات ما فرض میکنیم که چون ما سابقه ادبیات قوی در شعر داریم باید که حتما ما مثلا در روزگار حاضر هم شعرهای بزرگ داشته باشیم. این است که به این فکر افتادن که این عرض کنم که شیوه شاعری که در ایران بوده که مبتنی بر همون سنت شاعری بوده این دیگر کافی نیست، ما باید راه جدید جستجو کنیم. و اینها مطلبی که فراموش شده بود این بود که یک جامعه در حال رکود و انحطاط هرگز شاعر بزرگ تولید نمی کند. این انتظار ما بیهوده از خود داشتیم. مگر منجمان ما که بودن؟ مگر نمیدونم کاشفان ما که بودن؟ مگر ریاضیدانان ما که بودن؟ مگر حالا در جنب در سیاسی چند نفر شاخص داشتیم که در حد بین‌الملل بودن؟ اما اینکه این جامعه ای که در حال رکود هست و در حال انحطاط هست چیز بزرگی تولید نمی کند، که حالا گمان بردن که این و نمیدونم وزن و قافیه و اینها باعث شده است که شاعر بزرگ پیدا نشود. اگه شاعر بزرگ پیدا شد به هر وجهی عرض کنم که خود را نشان میدهد. و این جامعه فرتوت و عرض کنم در حال انحطاط پایان قاجاری و عصر پهلوی اینها در اون پایه و مایه نبود که رجال بین المللی تولید بکند. اگر ما فردوسی رو میشناسیم در روزگار مثلا قرن چهارم و کنار دست فردوسی محمد ابن جریر طبری است، حکیم ابن سیناست، عرض میکنم در عرفان ابو سعید ابوالخیر هست، در نگارش تاریخ شعرهای عرب و داستانهای اون روزگار ابوالفرج اصفهانی هست. میشود بیش از 100 شخصیت جهانی رو در روزا ما نام ببریم، به جهت اینکه جامعه در حال زایایی بوده. آقای مهری، و ما برمیگردیم فرض کنم به روزگار صفوی هم ما شاعر اونچنان بزرگی نداریم، به خاطر اینکه عرض کنم که حال جریان اینجا جای صحبتش نیست، شرایط اجتماعی باید و در این شرایط به خصوصی که شخصیت های بزرگ ظهور میکنن. این است که انتظار بیهوده بود، یا اینکه میگویند که این موسیقی ایرانی دست و پای ما رو بسته، این ردیف های ایرانی دست و پای ما رو میرا برداریم. خب برداریم ببینیم مثلا نوابق و نوابق چه میکنن، بتوون ها کجا هستن و اینها. این نیست، این یک مطلبی که گم شده بود. اون بود که عرض کنم ما ذوق شاعرانه خوب کم داشتیم، وگرنه خود مرحوم ملک الشعراء بهار یک استثناست به گمان من در بین همه شاعران ایران در این 500-600 سال گذشته، این مرد یک استثناست. اینها این است که به این نکته توجه نشده بود که جامعه در حال رکود و در حال انحطاط نمیتواند حالا شخصیت‌های بزرگی مثل حافظ تولید بکند یا فرض فرمایید یک فردوسی دیگری. این جنبش رو من هرگز ندیدم. همیشه این بحث به میان آمد که خیلی هم بیمزه بود، که عرض کنم که این وزن و قافیه ما رو بیچاره کرده و باید اینا رو رها کنیم تا شعرهای بزرگ تولید کنیم. و چه ادعاها میکردن، عرض کنم که صحبت از نوبل برای بعض کسان میکردن، نمیدانم تمام این روزنامه ها رو گرفته بودن. در واقع یک زبان سیاسی بود، مثل همین اسلامیون امروز که اسلام رو وسیله کردن، اونها هم اینو وسیله کرده بودن با دشمنی با سنت و عرض کنم که به چیز آوردن یک چیز جدید و اینها. یک انگیزه سیاسی پشت سر این قضایا بود که از بحث امشب به دور هست. اگر کسی شاعر باشد و هنری داشته باشد خود گویای اون هست، نیازمند تعریف کسی واقعا نیست. این است که ما از سعدی تا نیمایوشیج کسی تعریف کسی رو نکرد واقعا. ما ببینیم دو سه تا تذکره هست که نامی برده که مثلا این اصل حل متکلمین دو سه کلمه، اما ماشاءالله بعد از اینکه نیما پیدا شد آقا منقدان پیدا شدن دفتر دفتر در تعریف این آقا می نوشتن و اینها، و هر شد که بعد در حق بقیه دیگران این اولین پدیده‌ای بوده است که چند عاقل حرف یک جاهل رو تفسیر می‌کردن، حرف‌های عجیب می‌زدن. ما که نفهمیدیم آقا مقصود از شعر این است که خیلی کوتاه به سرعت، اصلا معنی بلاغت یعنی همین،
خودش معرف خودش باشه، خیلی به سهولت به ذهن شنونده وارد بشه بدون اینکه زحمت و رنجی باشه. اصلا مقصود شعر این بوده، نه اینکه حالا یک چیز مبهم رو چند نفر بگم شما نمیفهمید بذارید ما به شما حالی کنیم آقای شاعر چی گفته. اصلا مقصود شاعر این بوده است که معانی بزرگ رو و مطالب لطیف رو یا حالات نفسانی رو به زیباترین وجه که عرض کردم مایه شعر کمال جمال هست و این کمال جمال اگر نباشد دیگه باید دنبال وجوه سیاسی و اجتماعیش کرد و از جنبه هنری ساقط هست. این گوهره حرف بنده این بود آقای مهری گرامی. مرسی آقای مشیری عزیز. یه یادداشتی آوردن میگن آقای مشیری با این اشرافی که بر تعریف شعر و ادب دارند و دستی که در شعر دارند حتما خودشون هم شعر گفتن، اگه ممکنه یکی از اشعارشون بر ما بخونن. عجب حرفی زدین آقای مهری. اتفاقا این که فرمودین بنده چندری پیش کلاب سیحت پیدا نمی کنم آقای مهری، ولی چندری پیش من با جناب خویی صحبت می کردم، ایشون یک قصیده دو سه بیت خوندن، این هم عرض کنم فیل ما یاد هندوستان کرد، تقدیم به آقای خویی من یه هفتش بیتی عرض کنم. من هرگز مدعی شاعری نیستم، هرگز کار من نیست، اما یک ذوقکی ما در نوجوانی داشتیم که اون هم از بین رفت، اما یک چند بیتی بود در یک دفتری که پیدا نمی کنم، اگر پیدا کردم حتما هفته آینده خدمتتون خواهم خوند. خیلی ممنونم. ولی من در گذشته ها یادمه که شما خیلی عذر میخواما شعرهای طنز و هجر هم در شکل عالیش میگفتی. اختیار داریم بابا. نه خیلی در روزگار جوانی بوده اینا، برای بچه ها شوخی میکردن، اینا رو جمع آوری کردن یک برای بنده فرستادن، هم دوره های قدیم دیدم، دوستم فهیم آمده بود اینجا، اینها رو در یک دفتری من خودم خجالت کشیدم نگاه میکردم که اینا رو من گفتم. اینا مال روزگار جوانی و اینها بود. عرض کنم که به یک هزل و تنزی گاهی اوقات اینها برای تفریح خاطر دوستان میگفتیم و این مطالب. البته یک قصیده عرض کنم که پیدا کردم، دو سه بیتش رو خدمتتون میخونم آقای موری. بفرمایید. صحبت ما به اینجا رسید، در باب انتخابات بود و ماجرای عرض شد که رفسنجانی و اینها که در همین انتخابات احمدی نژاد، یک قصیده بود. اجازه بدید من چند بیتش رو هموطن خواستم میخونم. خواهش میکنم بفرمایید. و پیشاپیش عذر میخوام، عرض کنم که بدین وجه بود شد رها جمله جهان از ستم استبداد، همه عالم بجز از خطه جمشید و قباد. آه از این خاک ستم پرور و این مردم سست، که در این خاک به جز جهر فلک نارد یاد. دیرگاهی است که از مظلمه شحنه و شیخ، یک دل شاد نیاوی تو در این ظلم‌آباد. جهر پوشیده رخ علم و صفح روی خرد، پیر حکمت شده شاگرد و خرافات استاد. رفته از خاطره ها معدلت کورش گرد، نو به نو زنده شود مظلمه ابن زیاد. تا آخر به هر صورت و در پایان چنگ رهبر همه جا می فشرد گردن خلق. شکر ایزد که یکی دست به از شانه فتاد. که البته هفتش بیتشم نخوندن، این بیت آخرین هم از یکی از دوستان است. ببخشید قربان. خواهش میکنم آقای مشیری عزیز. جانم. یک جایی نمیدونم اخیراً خوندم که برنده جایزه نوبل امسال گفته است که اگر در زمان هیتلر اینترنت وجود داشت، هیتلر رشد نمی کرد و به پیش صحنه قساوت و بیرحمی در اروپا پرش نمی کرد. این سخن او بود. و در این میان دو تا خبر کوتاه رو یادآوری میکنم آقای مشیری، اگر ممکن است شما دیدگاه خودتون رو بیان کنید. بله. یکی این که دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی گفتن بیشتر از 5 میلیون سایت رو فیلتر کردن. و بله، و گفتن این سایت های اینترنتی ضد دین و غیر اخلاقی هستن، الهادی هستند،
یعنی اگر این صاحبانش رو، نویسندگانش رو گیر بیارن، خلاصه محدور و دمن. و مشاور قضایی دادستان کل جمهوری اسلامی هم گفته است که، یعنی او هم تایید کرده است که بیش از 5 میلیون وبسایت اینترنتی به دلیل مطالب غیر اخلاقی و ضد اجتماعی مسدود شدن. این رو در همایش آسیب شناسی خانواده در گرگان گفته است. یعنی همه این، یعنی مجموعه این خبرها نشان از قدرت بلا منازع اینترنت داره که میتونه حتی رژیم ها رو جابجا کنه. بله آقای مهدی، ببینید این که گفتن اگر در باب هیتلر، عرض شود که ممکن است درست باشد، ممکن است هم درست نباشد. و به جهت این که این باید نگاه کرد به شرایط روحی یک مردم و شرایط کلی جامعه که در چه مودی است، و در همین عصر جدید این جنایاتی شده است در همین عصر اینترنت در آفریقا، در عرض می کنم که اون خامروش می گویند در اون منطقه ویتنام و کامبوج و اینها جنایات فجیع و عنیف شده است که حیرت انگیز. اما شاید درست باشد. و جامعه آلمان یک جامعه بیدانشی نبود که حالا می شد توسط از کنم که اینترنت، یک شرایط به خصوصی بود، چون من کتاب بسیار خوندم در باب موضوع آلمان، در این باب تردید دارم به جهت اینکه آلمان محل علم بود، مردم آلمان بسیار مردمان دانشی بودند، از قرن 18 هم تقریبا علم به آلمان منتقل شده بود، دانشگاه های بزرگ هایدلبرگ و گوتینگن و عرض می کنم برلین و اینا محل علم، چشم جهان به آلمان بود. و اگر به این لیست این عرض کنم جوایز نوبل نگاه کنیم که از ابتدای قرن میدادن، بیشتر آلمان ها بودن که بزرگترین این نظریات علمی در آلمان بود. به وجود آمده اینها این هست که اون ملت دچار یک گرفتاری و یک عرض می شود که تحقیری شد در ماجرای ورسای که حیرت انگیز بود این تحقیر. و عرض می شود که حتی بعد از نوشتن این قرارداد و آلمان بیچاره که قبول کرده بود، 7 ماه 8 ماه محاصره اقتصادی و این گرسنگی و فقری که بر مردن بسیاری، و اون تحقیر شد این ملت. و یک کسی آمد که دست گذاشت بر روی تعصبات مردم و اینها رو برانگیخت و بعد توانایی ها نشون داد در باب مدیریت و اینها. اینها خیلی قضایای پیچیده ایست در باب این مرد که عرض شود که یک شگفتنگیز آدمی بوده به لحاظ اندیشه های هم شیطانی، هم عرض می شود که به لحاظ توانایی هاش در ارتباط با برانگیختن عواطف و احساسات مردم، تا جایی که یک مرد بزرگی مثل فیلد مارشال بلومبرگ معتقد بود که من وقتی سرما می خورم میرم پیش رهبر، میرم پیش هیتلر، حالم خوب میشه، سرما خوریم بدطرف میشه. و تا لحظه آخر، یعنی اخیراً یک کتاب دیگر هست در باب برلین که چگونه آمریکایی‌ها عقب نشستن، در واقع خواستن که روس‌ها برلین رو بگیرن، و آتش استالین برای گرفتن برلین با خاک یکسان شده بود. یعنی میخوام خدمتتون بگم که 2.5 میلیون ارتش آورده بود در دور برلین با چندین هزار توپخانه و چندین هزار هواپیما و اینها میکوبیدن، و این هیتلر در زیر زمین بود. اما گروهی بودند که گمان میکردند که این هیتلر در آخرین لحظه یک معجزه ای میکند، مردم رو نجات میده. یعنی به لحاظ دموگاگری به قول این انگلیسی زبان ها عوام فریبی، این یک مرد فوق العاده ای بود. این فوق العاده بودنش هم در واقع به لحاظ مناسب بودن شرایط اجتماعی بود که این آلمان ها به این بدبختی گرفتار شدند. و وقتی که عرض کنم که این بمب ها میریخت و برلین شناخته نمیشد، یکی از این رهگذران آلمانی به دوستش میگوید درست گفت این هیتلر، گفت 10 سال آلمان رو دست من بدین قیافه آلمان رو نخواهید شناخت. البته یک عرض کنم که طنز تلخی در این بود. این است که شرایط آلمان خیلی خیلی عرض کنم شگفت‌انگیز بود. و این آخوندها هم در این روزگار ما کارهای عجیب غریب کردن به لحاظ جنایت. و میخوام خدمتتون بگم که هیچ رژیمی نمیتوانست در ایران باشد این همه جنایت بکند و مردم ساکت بمانند. آقای موری، این یک سوالی بود که هموطنی از من کرد و این مطلب رو به میان انداختش. فکر کردم که آیا به جای این رژیم اسلامی
هر رژیم عرفی دیگری بود نمیتوانست این همه جنایت بکنه در ایران و مردم ساکت باشن، چنون که گوی اتفاقی نیفتاده است. خب ما به خاطر داریم برای نمیدونم دستگیری عرض کنم که اون براهنی جهان شلوغ شد در اعدام عرض کنم اون دو تن کرامت دانشی، اون یکی اسمش هم یادم رفت، چون بیا بهتر یادتون هست که اعدام گل سرخی، گل بله گل سرخی، ایران تکان خورد با اعدام اینها. و امروز به واسطه این رژیم، به واسطه طبیعت مذهبی و اینکه مردم ما عرض کنم که تمایلات مذهبی داشتن یا هرچه، یک وضعیت پیچیده است که هرچه کشتار کردن و میکنن جامعه فقط سکوت کرده، یعنی اون عکس العملی که لازمه عرض کنم یک جامعه بیدار هست و یک جامعه انسانی هست، چون امشب عرض کنم که حقوق بشر هم گویا مطرح هست و اینها این شگفت‌انگیز است. این است که به شرایط جامعه مربوط است. اما اینکه این سایت با سایت ها بستن این سایت های اینترنتی می شود ایران را عقب برد یا جامعه را برگردان یا عقربه زمان را به عقب کشید و اینها، فکر نمی کنم این آخوندها توفیق پیدا بکنند که این کار را انجام بدهند. و عرض می کنم که این وضعیت اقتصادی و فقر و بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی بر روی هم و شرایط سیاسی سرانجام این رژیم را سردگون خواهد کرد. اما این تجربه رو ما به دست آوردیم که فرو افکندن یک رژیم مذهبی احتمالاً مشکل تر است از یک رژیم عرفی شاهنشاهی یا غیر شاهنشاهی. خیلی ممنون آقای مشیری، اشاره فرمودید به روز جهانی حقوق بشر، یعنی دهم دسامبر. می‌دانیم که در چنین روزی در سال 1948 میلادی معادل 1327 خورشیدی مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تصویب کرد، درست 60 سال پیش. بله. سوال من اینه آقای مشیری که آیا آنگونه که میگویند به حال ایران نقشش در شکلگیری مفهوم حقوق بشر چه بوده، چگونه بوده، آیا یک مکانیسم مفهومی نیرومندی پشت این دعوی است، یا اینکه به حال یک اتفاقی افتاده است و از آن بهره‌وری می‌شود؟ عرض می‌کنم که از ببینید قدر کورش کبیر رو ما نباید کم کنیم. این زمینه رو عرض می‌کنم خدمتتون که بعد عرض کنم که حالا از این خبرها هم نبوده که ما خیلی سر صدا می‌کنیم بعضی اوقات. کاری که کورش کرده نه قبل از او نه بعد از او هیچ سرداری انجام نداد، یعنی یک فردی در اوج قدرت و عظمت که بتواند عرض کنم که هر کاری که بخواد انجام بدهد، این اون مرد این کار رو نکرد. و هر سبت که نامنی که از خودش به یادگار گذاشت در موضوع بابل و آزاد کردن یهودیان و مراتب اینها، و بعد که به عصر جدید رسیده ایم و عرض شود که موضوع حقوق انسان مطرح شده است، مورخان بازگشتن به عقب. اتفاق را این استوانه در سال 1879 اگر خطا نکنم توسط عرض کنم این کاوشگران انگلیسی که یک آسوری هم البته در اونجا بود کشف شد. و در باب تاریخ خود این اگر وقت هست یک توضیح کوتاه خدمتون بدم که این چگونه شد داستانش و این را آوردن در موزه بریتانیا. این دو بخش است، یک بخش این که بگن بخش A و یک بخش B. بخشی از این در دانشگاه یل بود که نمیدونستن عضو چه چیزی هست، و بعد آمدن کسانی که این خط رو خواندن گفتن آقا این بخشی که در اونجاست متعلق است به همین عرض کنم که خط، و این بخش اوبی رو به هم چسباندن. و امروز هم در عرض کنم که چرخی که در باب این یادگار هست اوبی هست. این جمعاً 46 خط هست آقای موری، 5 بند هست این همین لوحه کورش بزرگ. و پیش از این که وارد این قضیه بشوم، وقتی که این ترجمه شد و اینا، خب خیلی جالب بود برای جهانیان که یک سرداری فاتح چنین گفته. اما در تاریخ جهان گشتن در حدود سال 272 تا 240 قبل از میلاد، یا در هندوستان هم عرض کنم که یک رهبری بود بسیار جنگی و بزرگترین پادشاه داخل هندوستان به نام آشوکا، آشوکا دی گریت یا آشوکای کبیر، که این بعد عرض شد که بودایی شد. و ادیکس آف آشوکا در واقع در 34 منطقه هند و پاکستان امروزین بر روی قارها نوشتند در سوره آشوکا که حاوی حقوق انسان بود. این هم یکی،
یعنی در واقع این اضافه می شود بر لوحه کوروش کبیر، حتی کانستیتوشن آف مدینه. این باعث خنده است واقعا. کانستیتوشن آف مدینه یعنی این که این شرایطی بود که پیغمبر اسلام آمد در مدینه، گذاشتن کسی به کار کسی کاری نداشته باشد، یهودیان و غیر یهودیان و نمیدونم مسیحیان و اینها باشن مسلمان کار نداشته باشن. این در روزگاری بود که ایشان زور و قدرتی نداشت، و بعد هم که دیدیم چه کردن، اینها ریختن و زدن و کشتن و قتل عام کردن و غیر مسلمان کافر خواندن و از اینجور داستان ها که واقعا این داستان مضحکی. بنابراین در کنار لوحه کوروش کبیر که عرض کردم که هرگز از قدر را نمیشود کم کرد، اما نه، ما نبایستی بر این باور باشیم که این یک چیز فراگیر جامعی بوده است. اینها این پنج خط هست، عرض شود که ببخشید 47 سطر هست، پنج بخش هست. بخش عرض کنم که یک هست مربوط به پادشاه سابق همین بابل صحبت کرده که این که بود و چه مرد بدی بود و چنین بود و چنان بود و نامهربان و اینها، و بعد به مردوک خدای خدایان سپاس فرستاده کوروش، و بعد در بخش دو مراودات خودش رو با اون مردشان داده و باز از مردوک یاد کرده، و عرض کنم که در بخش سه هست که دستور شاهانه صادر شده است، رویال پروتوکول صادر کرده است و اینها، و در بین در این 5-6 بخش که حاوی 47 خط هست، کوروش کبیر از حقوق انسان و عرض کنم که در لابلای اینها سخن رانده که خیلی خیلی هم جالب است، خیلی هم برای ما ایرانی ها باعث افتخار هست. اما عرض کنم که خب نسبت به تاریخ اگر بسنجیم که قریب 530-40 سال قبل از میلاد یک مرد بزرگی بیاد و چنین حرفی بزنه، خیلی خیلی با ارزش هست در واقع. و اما اعلامیه حقوق بشر البته چیز دیگری است که خیلی خیلی فراگیرتر و با جزئیات بیشتر، و اون اگه خطا نکنم به سال 1879 یا همچین حدود اون روزگاران در فرانسه منتشر شد. آقای موری، اعلامیه جهانی حقوق بشر که ملل متحد تصویب کرده، البته اطلاع دارید از 1948 بوده. بله بله، ولی صحبت منده در باب اون انقلاب کبیر فرانسه است، در عصر جدید بسیار مشهور است در موضوع انقلاب فرانسه، و این یکی که بله، این که مربوط هست به عرض شود که اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. اما به گذشته ها که برگردیم و نگاه کنیم، یک تیکه پاره هایی در باب حقوق انسان اینا پیدا میکنیم که شاید تا این لحظه مهمترینش اول کوروش باشه، بعد آشوکا، و آشوکا تا اونجا پیش رفته است که در باب مهربانی انسان نسبت به حیوانات هم بخشی پرداخته در این دیوارها، و مشهور است که در روزگار او که بودایی شده بود و سخت از خشونت بیزار بود، بیمارستانی هم برای حیوانات عرض می کنم که ساخته بودن و اینها. این است که آشوکا هم داره نام بزرگی است در این انتفاد، اما کوروش اولین هست در تاریخ انسان در واقع. آقای مشیری، سهم سعدی چقدر بوده؟ بنی آدم اعضا یک دیگرند. خب سهم سعدی که سعدی یک شاعری است، عرض می شود که حکیم، یک مردی بزرگ، و ما قدر سعدی رو به وجهی که باید نشناختیم، به خصوص در این دوره های روشنفکری آبکی. اینها نفس سعدی که وقتی نگاه میکنیم، سعدی نگاهش از بیشتر شعرهای ایران که من دیدم انسانی تر هست، بعد از فردوسی که فرمود میازار موری که دان کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. اینها چشم ما به سعدی روشن هست که به همه جوانه به زندگی نظر داره، و عرض می کنم که شنیدم که از پادشاهان غور، یکی پادشاه خر گرفتی به زور، بعد صحبت می کنم که چگونه خران زیر بار گران هستن بی علف، و اون داستان دیگری که در بوستان هست، عرض کنم که در گلستان شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی، شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید، اینکه گر از چنگال گرگم در رو بودی چود جان آقابت گرگم تو بودی، یا یکی در بیابون سگی تشنه یا برون از رمق در حیاتش نفل آخر، کلاه دل کردن پسندیده کیش، چو حبلی برون بست دستار خیش، و ای که سگ ناتوان را کمی آب داد. با این توجه به اینکه سگ نجس هست در اسلام و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دستور کشتن سگای مدینه رو و علی ابن ابی طالب صادر کرده است، و این همه سگای رنجور ما امروز داریم که هر جا میبینن اینا رو به زخر چماق میکشن یا شل
و کور در خیابان سگای بدبخت و هر کسی رو که میبینه که یک سگی داره که اینا میگیرن و میکشن یا میبرن یا اذیت میکنن، در میابیم که سعدی که انسان بزرگی است، که البته درخشانترین سخنش هم همین است که حضرت عالی اشاره فرمودین که بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهر. این بالاترین واقعا مطلبی است که میشود در یک بیت گنجان، که همین آفرینش در از یک گوهر انسان به وجود آمدن. این موضوع سیاه و سفید و دین و همه اینها رو کنار میگذاره و به ذات انسان که ذات یونیورسال انسان یا جهانی انسان توجه کرده. خیلی خوشحالم به این نکته توجه دادید. اگر از سعدی همین دو بیت میمان کافی بود آقای موری. آقای موری در پایان بفرمایید سهم فردوسی چقدر بوده در نظریه آقای موری؟ بله وقت ما چقدر هست قربان؟ یه دو دقیقه. ببینید شاهنامه یه اثریست حماسی، آب جنگ از شاهنامه مثل حماسه های همه جهان، اما اون میزان رقت حس و عرض می کنم که ظرافت ذهن و انسانیت در شاهنامه هست که شما ابدا حس نمی کنید که این در این جنگ ها آدم کشته شده. اساسا شما لمسی از خشونت ندارید در خواندن شاهنامه. همه اشعار و همه حرکات در یک متن انسانی و فلسفی بسیار عمیق و والایی حد شده آقای موری. این ابدا رد پای تعصب رو شما نمیبینید و عرض میکنم که جای کلام استاد توس که معمولا در پایان داستان هاست سخنان حکیمانه بسیار زیبا در باب ترحم و شفقت و انسانیت اینها دارد. این دو بیتی که خدمت رو خوندم راجع است داستان ایرج و سلم و تور که چگونه آهنگ کشتن او کردند، زادت کردند بر او که پدر ایران رو به او داده بود، و این سخن از زبان ایرج است. میازار موری که دان کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، که البته بعضی میخونن خش است، که اندرون باشد و تنگ دل که خواهد که سیاه اندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگ دل. حالا در این باب خیلی میشه صحبت کرد آقای مرید. من اتفاقا میخواستم خدمتتون عرض کنم که مرگ هست، یعنی وقتی که کار به مرگ میرسه و عرض میشود که از میان رفتن زندگی اینها، زبان فردوسی بسیار پر از عاطفه میشه در اونجا که حتی دشمنی ها هم از میان میره بعد و هرگز از کشته شدن دشمن هم نشاط و شادی در سخن فردوسی نمیبینیم جز حکمت و عبرت و نوعی تأثیر از دست رفتن. نمونه بارزش کشته شدن پیران هست در رزم گودرز در اون داستان پرشور 11 رخ اگر اشتباه نکنم، و کشته شدن دیگر پهلوانان که بر همه اینها دوست و دشمن در واقع با نوع حزن و حس فقدان برخورد کرده و این نگرش انسانی فوق‌العاده فردوسی را نشان می‌دهد. به خاطر همین وجوه هست که شاهنامه فردوسی از مرزهای ایران زمین و خراسان اینها فراتر رفته و در ادبیات جهان جای بسیار والایی پیدا کرده. آقای مشیری اگر موافق باشید یک بار درباره فردوسی و حقوق بشر بحثی بفرمایید. خب عرض کنم که از این قطعات انسانی بسیار هست، به خصوص رفتار حاکمان با مردم که در پندهای بزرگمهر هست در مجالس انوشیروان، تا اونجایی که به مربوط به حکومت و دولت و نصیحت و این چیز هاست در اون بخش هاست. اما بیشتر صحبت های ظاهر شده از اینها معمولا یا در ابتدای مقال هست که خطبه می گفتن روزگار قدیم، یا در پایان هست که حتما فردوسی خود ظاهر میشه و استنتاج های خیلی انسانی فوق‌العاده از کل داستان کرده. این از که به خدمتون هستم، فرصتی باشه حتما قربان. ممنونم آقای مشیری عزیز. یه شنونده ایمیل آدرستون رو خواستن اگر ممکنه اعلام بفرمایید. ایمیل آدرس بنده خیلی راحت هست قربان، بهرام 999-2000@yahoo.com. این یه ایمیل قربان اگر از اون راحت. یه بار دیگه بگین آرامتر لطفا. بهرام 999-2000 پشت سر همه قربان من از yahoo.com یا بهرام از بهراممشیری.com این هم هست. حالا به هر صورت من اون یکی رو بیشتر نگاه میکنم. خیلی ممنونم ازتون آقای مشیری، خسته نباشین، شب و روز شما خوش. روز شما بخیر قربان شما.